مقایسه و بررسی کامل سریال زخم کاری و قورباغه. تو این ویدیو قراره سریال زخم کاری و قورباغه رو از نظر کارگردانی، بازیگری، فیلمنامه، فیلمبرداری و موسیقی مقایسه و بررسی کنم و نقاط ضعف و قوت هر کدوم رو بگم و در آخر بگم که از 10 به هر کدوم چه نمره‌ای میدم. پس تا آخر همراه من باشید. سلام، من محمد علی شیرزاد هستم. به کانال شیرزاد فیلم خیلی خوش اومدین. تو این کانال ما معرفی فیلم و سریال داریم و فیلم‌ها و سریالایی که منتشر میشن رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. پس اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید، لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که هر موقع که من ویدیو جدید آپلود کردم بهتون اطلاع داده بشه و تشریف بیارید ویدیو رو ببینید. اگر هم از اینستاگرام دارید منو می‌بینید، پیج رو فالو کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. قبل از هر چیزی بگم که هر صحبتی که من تو این ویدیو و بقیه ویدیوهای کانال میکنم نظر شخصی و برداشت شخصی من از اون فیلم و سریاله. شما هم حتما نظرتون در مورد سریال زخم کاری و قورباغه بعد از تماشای این ویدیو برام بنویسید. به اونی که اون بهش پیغام میده که بیاد به تو پیغام بده بگو گشتم پیداش نکردم. پیری قرارداد میبندی. خب دلیل اینکه خواستم این دوتا سریال رو با هم دیگه مقایسه و بررسی کنم اینه که به نظرم این دوتا سریال شروع یه جریان تازه‌ای توی سریال سازی شبکه نمایش خانگی هستن. هومن سیدی و محمدحسین مهدویان کارگردانای جوون ولی به نظر من صاحب سبک سینما ایران هستن. منظورم اینه که اگه شما یه فیلمی از این دو نفر ببینید و ندونید که کارگردانش کیه، احتمال اینکه حدس بزنید فیلم محمدحسین مهدویان یا فیلم هومن سیدی هست. شیوه کارگردانی محمدحسین مهدویان تو سریال زخم کاری مثل بقیه آثارش خیلی نزدیک به کلاسیک بود. میدونی چرا تو رو میخوام بفرستم پای معامله؟ هر آدمی نمی کار ازش برنمیاد. یعنی خیلی شسته رفته و طبق روال مرسوم فیلمسازی و سریال سازی ساخته شده بود ولی با اضافه کردن مشخصه های خاص محمدحسین مهدویان به کارگردانیش. ولی کارگردانی سریال قورباغه به نظر من جسورانه تر بود. میزانسن‌های جدید، قاب‌بندی‌های جدید، کلاً هومن سیدی به نظر من دنبال اینه که یه سری چیزای جدید به کارش اضافه کنه. واسه همین من فکر می‌کنم که کارگردانی سریال قورباغه خیلی نزدیک‌تر بود به کارهایی که الان تو دنیا داره ساخته میشه. حتی میتونم بگم سریال قورباغه از نظر کارگردانی در حد استانداردهای جهانی بود. فقط از نظر کارگردانی. فیلمنامه زخم کاری منسجم بود، حفره‌های آنچنانی نداشت، شخصیت پردازی‌ها کاملا دقیق بودن. انقدر دقیق که ما قسمت اول یا حتی دقایق اول قسمت اول میفهمیدیم که با چه شخصیت‌هایی طرفیم. شما طرفتون خوب ارزیابی نکردید. اگرچه بعضی جاها فیلمنامه دور میشد از اون روند درستی که پیش گرفته بود. مثلا اون دیالوگایی که سمیرا وقتی رو تخت بیمارستان افتاده بود میگفت، یا اون خانواده خوشحال و شاد و خندانی که مالک وقتی تو پارکینگ نشسته بود داشونا رو میدید. نمیگم اینا بده، نمیگم درست نیستن، درستن ولی تو جای خودشون. اصلا مربوط نبودن به زخم کاری. به نظرم نیاز نبود که محمدحسین مهدویان بخواد به زور فضای کارهای قبلیشو وارد این سریال بکنه. ولی در کل فیلمنامه منسجم و خیلی خوبی داشت. ولی اینم نباید فراموش کنیم که اقتباس خیلی تاثیرگذار بوده تو این فیلمنامه. اقتباس از رمان 20 زخم کاری و مکبث که تاثیر خیلی زیادی هم تو روند داستان و هم شخصیت پردازی ها داشته. اما فیلمنامه سریال قورباغه منسجم نبود. حفره زیاد داشت و به نظرم شخصیت پردازی های خوبی انجام نشده بود. دلیلش هم جلوتر بهتون میگم. فیلمنامه سریال قورباغه با ما یه قراردادی میبنده. اونم اینه که یه پودری وجود داره که وقتی که کسی اینو لمس کنه یا بو کنه هر کاری بهش بگی انجام میده. حالا تو واقعیت هم هست مثل اینکه کاری نداریم. تا اینجا همه چی درسته. پس چرا وقتی راه میرفت پیش فرانک تا یه کاری ازش بخواد از اون استفاده نکرد؟ چه دلیلی داشت انقدر مثلا ازش خواهش و تمنا بکنه وقتی میتونست راحت از اون استفاده کنه؟ مگه نوری تو اون خونه به لیلا و حتی خدمه‌های اون خونه شک نداشت؟ پس چرا از اون استفاده نکرد تا شکش برطرف بشه؟ چرا وقتی نوری رفت پیش مهران غفوریان اونم اینجوری گرفت تو دستش پودره رو و فکر کنم گفت فقط کافیه یه فوت کنم، خب چرا فوت نکرد؟ اصلا مهران غفوریان هم از اون ور میتونست فوت کنه، اصلا همه چیز تمام بشه بره. آره ببرسی بود شما دنبال چی هستی؟ دلیل این سوالای من یه چیزه، چون نویسنده خواسته، وگرنه هیچ چیز اینجا منطقی نیست. یه چیز دیگه فهمیدیم که رامین قلبش سمت راسته، قبوله. یه سری کسایی هستن که قلبشون سمت راسته مثل اینکه، ولی اینکه هم قلبش سمت راسته هم خونش غلیظه و از خونریزی نمیمیره این دیگه یه ذره اذیت میکنه. بعد حالا دیالوگا چه جوری بگم تئاتری بودن. تو واقعیت کی اینجوری حرف میزنه؟ اونم حالا این قشری که این سریال داره نشون میده. یا مثلا نریشنی که تو سریال وجود داشت و رامین داشت صحبت میکرد، مگه رامین اونطوری حرف میزنه؟ اصلا به رامین میخوره که اونطوری حرف بزنه، با اون مثلا شخصیتش، با اون جایگاه اجتماعیش، با اون خانوادهش، چه جوری داره اینقدر فلسفی صحبت میکنه کلا این شخصیت رامین. اصلا نریشن به نظرم اضافی بود تو این سریال. وقتی تصاویر انقدر خوب داره با مخاطب ارتباط برقرار میکنه، دیگه دلیل نریشن چیه واقعا؟ ایده کلی سریال واقعا جذاب و خاصه، ولی وقتی به جزئیات میرسه پر از مشکل و حفره است. البته من فقط چند تا از این مشکل‌ها رو گفتم، شما هم اگه چیزی تو ذهنتون هست حتما برام کامنت کنید. به نظرم هومن سیدی بعد تجربه بزرگ قورباغه اگه قرار باشه یه سریال دیگه بسازه فوق‌العاده عمل میکنه. من بازیگرای سریال زخم کاری رو به دو دسته تقسیم بندی کردم تو ذهنم، خیلی ساده. کسایی که کلاً عالی و خوب بودن، کسایی که بعضی وقتا خوب بودن، بعضی وقتا خوب نبودن. چیو میسپاریم دست پسر اسماعیل چرخشی تا انقلاب کنه. مثلا جواد عزتی، رعنا آزادی ور، سیاوش طهمورث، عباس جمشیدی فرکسی که نقش حاج مظفر رو داشت بازی میکرد، خیلی از اینا. و حتی به اضافه اینکه بازیگرای فرعی، کلا همه بازیگرای فرعی یا خوب بودن یا اگه بازیشون مورد قبول کسی نبود، حداقل بازیشون یک دست بود. اینجوری نبود که بعضی جاها خوب باشن بعضی جاها خوب نباشن. مرتضی امینی‌تبار قسمت‌های اول بازیش زیاد دلچسب نبود، دلیلش رو نمیدونم ولی خوب نبود. ولی هر چی جلوتر رفت نسبت به اون کاراکتری که داشت بازی میکرد بازیش خیلی درست بود به نظرم و امیدوارم موفق‌تر از این بشه. سارا حاتمی رو هم نمیتونم بگم تا یه جای خوب نبود، از یه جایی به بعد خوب شد. بعضی جاها خوب بود، بعضی جاها به نظرم یه خورده درشت بازی میکرد، دور از واقعیت بود. ولی بازیگری که من واقعا سرش ناراحت شدم حتی سعید چنگیزیان بود. قبل از اینکه از ایران بره خیلی خوب داشت بازی میکرد، خیلی بازیش به سکانس گرما میداد، ولی رفت انگلیس برگشت تو سریال اصلا بازیش یه طور عجیب غریبی درشت شد، خیلی درشت شد. فکر کنم انگلیس بهش نساخته بود. آقا دست بردارید، خجالت بکشید. خلاصه باورپذیر نبود و نمیدونم چرا اینطوری شد. دلیل اینکه بازی جواد عزتی و رعنا آزادی ور و کلا بازیگرای سریال زخم کاری انقدر جذاب بوده برای مخاطبا، شخصیت پردازی خیلی درست و دقیق توی فیلمنامه است. در مورد بازیگرای سریال قورباغه، بازیگرای مطرح و کاردرست سینما ایران کنار کسایی که جوانتر بودن و تازه کار اولشون بود حضور داشتن و خیلی هم به نظرم زحمت کشیده بودن واسه این نقشه، ولی بعضی جاها واقعا بازی در نیامده بود. اونم دلیلش واقعا ضعف تو فیلمنامه است. فیلمنامه شخصیت پردازی خوبی نداشت به نظر من. خیلی سرسری در مورد گذشته شخصیت رد شده بود، خیلی کلی. مثلا در مورد گذشته رابطه فرانک و رامی ما فهمیدیم. فرانک رو گفتم، مثلا فرانک تو آزمایشگاه کار میکرد، چجوریه که میتونه زنگ بزنه یک کشتی جور کنه؟ یا مثلا چرا مثلا فرانک ایتالیایی بلده، چرا باید فرانک بتونه زنگ بزنه یک کشتی جور کنه واسه قاچاق؟ کسی هست در بین شما احساس کنه من دروغ میگم؟ فیلمبرداری محمد فکور توی سریال زخم کاری وابسته به کارگردانی و دکوپاژ خیلی کلاسیک و نرم داره جلو میره، ولی اینطور هم نیست که جذاب نباشه برای مخاطب، خیلی هم جذاب اتفاقا. ولی فیلمبرداری پیمان شادمانفر تو سریال قورباغه به نظر من جدیدتر و مدرنتر بود و قاب‌های چشم نوازی رو میدیدیم. در مورد رنگ و نور هم من فکر میکنم که سریال قورباغه بهتر عمل کرد. درسته که هر کدوم نسبت به فضای خودش رنگ و نورش طراحی شده، ولی برای من سریال قورباغه جذاب‌تر بود. در مورد موسیقی هم من هم دیوونه اون گیتار و از فضای راکی که حبیب خزایفر تو سریال زخم کاری ایجاد کرده بودم، هم اون فضای ترپی که باداد افشار تو سریال قورباغه ایجاد کرده بود و دوتاشون هم درجه یک بودن. ولی در مورد موسیقی هایی که تو سریال انتخابی بودن و پخش میشد، مثلا تو سریال قورباغه وقتی یاس پخش میشد، وقتی پوبون پخش میشد، وقتی لیتو پخش میشد، چیزایی که الان یادمه، مربوط بودن به اون فضا، مربوط بودن به اون آدما. ولی وقتی که تو سریال زخم کاری بعد اون آخر بهنام بانی پخش شد، من اصلا اینجوری بودم چیکار داری میکنی اصلا؟ به هیچ وجه منظورم این نیست که بهنام بانی خواننده بدی، مثلا کسی نیستم که در مورد این موضوع نظر بدم. منظورم اینه که هیچ ربطی نداشت به اون سکانس بهنام بانی، اصلا بهنام بانی هیچ ربطی به اون سریال نداشت. فکر کن تو اون فضای دارک داره جواد عزتی میمیره، بعد یهو بهنام بانی با پاپ میاد. بیخیال هستم. خب یه جنبندی بکنم، به نظرم این دوتا سریال مهمی بودن و راه رو باز میکنم برای خلاقیت‌های بیشتر. من خودم طرفدار سنگین کارهای هومن سیدی ام، ولی سعی کردم بیطرف مقایسه و بررسی کنم تو این ویدیو و اینکه به هر دو تا سریال 7.5 میدم، چون هر کدوم یه سری نقاط ضعف و یه سری نقاط قوت داشتن. شما هم حتما بگید که از 1 تا 10 به هر کدوم از این سریال ها چه نمره‌ای میدید. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و نظرتون در مورد سریال قورباغه و زخم کاری کامنت کنید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.